خب یکی از بحثایی که الان ما خیلی میشنویم از فعالین جنبش زنان یا فعالین فمینیست در ایران همین بحث اینترسکشنالیتی یا تقاطب باوری، حالا ترجمه فارسیش هرچی که شما میگید، فکر میکنی که آیا این نگاه، اینو نگاه میتونه کمک بکنه به این که همه در واقع حقوق همه زنهای ایرانی با همه تفاوت‌هایی که دارن، تفاوت‌های ملیتی و فرهنگی که دارن تأمین بشه؟ ببینید، این اصطلاح اینترسکشنالیتی و نظریه مربوط به اون درسته که از غرب جدیداً وارد ادبیات ایرانی و به ویژه ادبیات فمینیست‌های ایرانی شده و این در واقع از دل بحث‌های فمینیست‌های سیاه و سفید و کویرهای سیاه از امریکا در اومد، ولی واقعیت موجود اینه که این بحث اتفاقاً انطباق بسیاری داره با شرایط جامعه ایران و از قبل توسط فعالان حوزه‌های مختلف، فعالان وابسته به اقلیت‌های ملی یا اقلیت‌های جنسی همیشه مطرح شده، ولی نه صرفاً با این واژه، نه تحت این عنوان، و همیشه این مطرح بوده که ما باید در فعالیت‌های خودمون در نظر بگیریم که یک انسان صرفاً یک تک هویتی نیست، صرفاً زن نیست، صرفاً کرد نیست، صرفاً از یک اقلیت مذهبی نمیاد و ممکنه در مورد بسیاری از انسان‌ها این هویت‌ها با هم تقاطع پیدا بکنن که میرسه به همین نظریه اینترسکشنالیتی یا همون تقاطع باوری. و من فکر می‌کنم اگر اکتیویست‌های ایرانی به ویژه در حوزه فمینیسم توجه نشون بدن به این نظریه و تلاش بکنن که این نظریه رو در واقع اصل قرار بدن در فعالیت‌های خودشون، نه به این شکل که بخوان خارج بشن از حوزه فعالیت خودشون به صورت تخصصی، نه، فقط کافی است وقتی دارن به عنوان مثال در مورد زن حوزه در حوزه زنان فعالیت می‌کنن در نظر داشته باشن که یک زن کرد یا عرب که وابسته به یکی از اقلیت‌های مذهبی هم هست که احتمالاً دیگر جنسگرا هم نیست، دارای مشکلاتی هست که اون مشکلات وضعیتش رو تا حدودی متفاوت میکنه با یک زن فارس شیعه دیگر جنسگرا. و این رو اگر مورد توجه ویژه قرار بدن به نظر من نتیجه مطلوب تری خواهیم داشت، چون که در واقع مشکل جامعه ما فقط یک مشکل نیست، تقاطعی هست از تمامی مشکلات که ممکنه در مورد یک فرد به یک چهارراه برسه و اون فرد رو در اون چهارراه تبعیض قرار بده. خب حالا فکر می‌کنید در شرایط حال حاضر ایران، در شرایط سیاسی که شاید نگاه غالب اون حساسیتیه که نسبت به بحث‌های ملیتی، حالا اون چیزی که بیشتر مرسوم استفاده می‌کنن قومیتی، فکر می‌کنی که اینها اون شرایط فراهم هست برای اینجور نگاه؟ ببینید، الان این نظریه یا این نوع نگاه، حالا هرچند گفتم از قدیم هم وجود داشته، یعنی این نوع نگاه حالا نه تحت این عنوان، اولین اقدام اینه که این بستر گفتمانیش رو فراهم بکنیم در بین اکتیویست ها و روشنفکرهای ایرانی، و وقتی بستر گفتمانیش فراهم بشه ما میتونیم به اون سمت بریم که به لحاظ قانونی اگر هم درخواستی داریم، مطالبه‌ای داریم برای تغییر قوانین یا کلا تغییر سیستم به هر شکلیش، این رو بتونیم از این بستر گفتمانی به یک عملگرایی برسونیم. با توجه به تجربه خودت چشم‌انداز رو در این زمینه چطور می‌بینی؟ فکر می‌کنی داره به اون سمت پیش میره که نگاه بیشتر؟ من تجربه خودم، چون که حالا یه جاهایی هم میتونم بگم که به یه شکلی در این تقاطع قرار گرفتم، حالا به لحاظ شخصی، ولی از لحاظ اکتیویستی هم چون که یک حضوری داشتم هم در جنبش ملی کردها هم در جنبش فمینیستی زنان، سعی هم کردم که همیشه این جنبش ها رو نسبت به، یعنی در حد توانم و ارتباطی که داشتم، جنبش ها رو نسبت به مشکلات و معضلات همدیگه آشنا بکنم و حساسیتشون رو نسبت به مشکلات گروه دیگه هم بالا ببرم. من فکر میکنم این ظرفیت وجود داره بین اکتیویست های ایرانی اگر ما یک مقداری از اون حساسیت ها و اون نوع نگاه خودمون که مثلا میگم ایرانی ها کلن تمامیت ارضی یا حقوق ملیت های مختلف یک مقداری براشون تابو هستش در جامعه ما، یا در گروه مقابل هم به عنوان مثال جنبش ملی حضور زنان به عنوان زن بودن در کنار همون بحث هویت ملیشون یک مقداری شاید نامتجانس جلوه بکنه در وهله اول و اونها احساس بگن که باید هویت ملی رو اولویت قرار داد. من فکر کنم اگر از این حساسیت هامون کم بکنیم
و دیدمون رو وسعت بدیم نسبت به مشکلات موجود، میتونیم نتیجه های مطلوبی رو هم بگیریم و از نزدیکی این جنبش ها با هم، چون اگر قرار باشه ما هر کدوم به صورت یک جزیره در جنبش های خودمون صرفا روی یک هویت، روی یک مشکل مسئله کار بکنیم، نهایتا حتی اگر فعالیت های ما منجر به بهبود وضعیت اون گروه خاص بشه، نهایتا جامعه برابر نخواهیم داشت، چون هنوز گروه های دیگه هستن که در اقلیتن، در حاشیه قرار دارن و مسئله شون هنوز حل نشده. بسیار خوب، ممنونم از وقتی که دارید.